روزها میگذشت و مجنون بیقرارتر و آشفته‌تر و شیداتر و نحیفتر میشد. پدر سخت در کار او درمانده بود و کارش شده بود دعا و نیایش، تا بلکه نور امیدی در شب زندگی پسرش بتابه. هیچ زیارتگاه و به گفته نظامی حاجتگاهی نبود که نرفته باشه و از سر سوز و گداز حاجت نطلبیده باشه، تا اینکه خیشان به اتفاق میگن که این کاریه که فقط در خانه خدا و در کعبه گشاده میشه. گفتند به اتفاق یک سر که از کعبه گشاده گردد این در، حاجتگه جمله جهان اوست، محراب زمین و آسمان اوست. سید عامری پدر مجنون این حرف رو پسندید و در موسم حج با پسر راهی خانه خدا شد. پسر گفت که اینجا جای چاره سازی، جای بازی نیست، دست در حلقه کعبه بزن و بگو یا رب از این کار گزافه مرا توفیق بده و به رستگاری برسون، رحمتی کن و به من پناه بده، منو از این شیفتگی و دیوانگی سامان بده. مجنون هم سخن پدر رو پذیرفت، دست در حلقه کعبه زد و نیایشش رو اینجوری آغاز کرد: گویند ز عشق کن جدایی، کین است طریق آشنایی. پرورده عشق شد سرشتم، جز عشق مباد سرنوشتم. آن دل که بود ز عشق خالی، سیلاب غمش براد حالی. یا رب به خدایی خداییت، وانگه به کمال کبریاییت، که از عشق به قایتی رسانم، کو ماند اگرچه من نمانم. گرچه ز شراب عشق مستم، عاشق تر از این کنم که هستم. گویند که خوز عشق وا کن، لیلی طلبی ز دل رها کن. یا رب تو مرا به روی لیلی، هر لحظه بده زیاد میلی. از عمر من آنچه هست بر جای، بستانو به عمر لیلی افزای. گرچه شدم چو مویش از غم، یک موم نخواهم از سرش کم. خب ببینید، دعا هم اگر قرار دعا باشه این گونه زیباست. سید عامری به پسر خیره شده بود و سخنانش رو گوش میکرد، خاموش شد، فهمید که دلش اسیره و دردش دواناپذیر. وقتی به سوی خانه و کاشانه خودشون برمیگشتن، خیشان از سید پرسیدن که چه خبر؟ چون رفت به خانه سوی خیشان، گفتان چه شنید پیش ایشان. کین سلسله‌ای که بند بشکست، چون حلقه کعبه دید در دست. زو زمزمه‌ای شنید گوشم، کاورد چو زمزمی به جوشم. گفتم مگر آن صحیفه خواند، که از محنت لیلیش رهاند. او خود همه کام رای او گفت، نفرین خود و دعای او گفت.